در مجله یغما شماره نهم صفحه 381 نوشته شده که کشیش بازین صاحب کتاب نامه های طبیب نادرشاه راجع به زندگی و درندگی نادرشاه در سالهای اخیر سلطنتش می نویسه: باری نشد که من از قصد بیرون بیام و نعش 25 یا 30 مرد رو نبینم که بعضی به امر نادرشاه خفه شده بودند و بعضی های دیگه به دست سربازهای اون کشته شده بودند. همچنین در جای دیگه راجع به گم شدن سجاده‌ای که از آرایش‌های تخت پادشاهی بود و 8 تن بازرگان که 2 تن هندی و 2 تن ارمنی و 4 تن یهودی بودند دستگیر شدند و پس از چند استنتاق از هر یکی یک چشم بکندند و بعد از کندن چشم‌های اونها نمک و سرکه توی جای خالی چشم اونها ریختند تا بلکه از اونها اعترافی بگیرند. بعد از بی‌نتیجه بودن این کارها، آنگاه ایشان را با زنجیری گران از گردن به هم بستند. فردای اون روز بامداد به فرمان پادشاه آتشی خیلی بزرگ روشن کردند و اون 8 تن را همان گونه که با زنجیر به هم متصل بودند در میان آتش انداختند. همگان حتی دیشخیمان از نگریستن این عقوبت وحشیانه به هراس افتاده بودند. ولی با آن همه تفحص‌ها و جستجوها عامل دزدی همچنان مجهول ماند. و نادرشاه به دلیل پیدا نشدن سجاده دستور کشتن بیش از 15 نفر از نگهبانها رو به طور بیرحمانه صادر کرد که همه اونها در همون روز گردن زده شدند. به گفته دکتر نادرشاه که در خاطراتش ذکر کرده، نادرشاه در اواخر حکومت خودش به هیچ جنبنده ای رحم نمی کرد و البته شاید کور کردن پسرش میرزا قلی در این اخلاق بسیار خشن اون تأثیر بسزایی داشت، تا جایی که هر خدمه و سربازی که کوچکترین سرپیچی از دستورات اون می کرد بیشک سرش رو از گردنش جدا می کردن.